سلام، پنجشنبه 17 سپتامبر برنامه خبری امروز است. در استودیو با شما فیروزی حید و اینک توجه کنید به سرخط خبرهای امروز. قطعی اینترنت در تاجیکستان هنگام صحبت آنلاینی محیدین کبیری تصادفی بود. پروازها بین روسیه و کشورهای اتحاد دولتهای مستقل در حال بررسی است. کارمند سود با پورا دستگیر شد. دیروز 16 سپتامبر در تمام تاجیکستان شبکه اینترنت را طول یک ساعت قطع کردند. خدمات علاقه تا حال سبب قطع اینترنت را شرح نداده است. اما بعضی پلوس گفتند دیرتر شرح خواهند داد. همزمان کاربران در شبکه‌های اجتماعی شکایت کردند که اینترنت در تمام شرکت‌های موبیلی مدت یک ساعت قطع شده بود. مریم دولت و یک کاربر در فیسبوک می نویسد که این کاری شرکت ها نیست. روبیلنی که یگانه در دست کسی باشد قطع کردنش هم از همان جاست. با نوشته بعضی کاربران که با وویلان ته و تیسل تماس گرفتند، سبب را پرسان شدند، با آنها گفتند اینترنت در تمام جمهوری قطع شده است. باید گفت که دیروز 16 سپتامبر محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با دعوت برنامه آسیای مرکزی در دانشگاه جورج واشنگتن ایالات متحده آمریکا صحبت آنلاینی داشت که آن یک ساعت ادامه کرد. حالا گفتند دشوار است که اینترنت را دقیقاً به همین خاطر قطع کردند یا یگان سبب دیگر، اما اکثر کارشناسان قطع اینترنت را به صحبت رهبر مخالفان ربط می‌دهند. اینچنین بعضی فعالان نیز در شبکه‌های اجتماعی این احتمال را دور نمی‌دانند، چون اتفاقاً اینترنت در زمان قطع شد که محیدین کبیری در دانشگاه جورج واشنگتن یکی از دانشگاه‌های با نفوذ آمریکا صحبت می‌کرد. برنامه آسیای مرکزی با انتشار خبر اعلان گفتگوی آنلاینی محیدین کبیری در وبسایتش نوشته بود: برنامه آسیای مرکزی با دعوت خواهشمندان در نظر دارد که با رهبر مخالفین در خارج و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری صحبت آنلاینی برگزار کرده وضعیت فعلی و چشم اندازهای آینده تاجیکستان را بحث و بررسی کند. برنامه آسیای مرکزی یکی از بانفوذترین مرکزهای تحقیقاتی و پژوهشی در رابطه با آسیای مرکزی در سطح جهان به شمار می رود. محیدین کبیری باری آخر 8 سال پیش با دعوت دانشگاه جورج واشنگتن ایالات متحده آمریکا به این کشور سفر کرده در آنجا سخنرانی کرده بود. سخنرانی دیروزه رهبر پیمان ملی تاجیکستان از صحبت سال 2012 که در دانشگاه مذکور بود فرق می کرد. او بیشتر از قانون شکنی های مقامات کشور وزیر پاشدن حقوق های دموکراتی ساکنان از جانب حکومت داران گفت که به اندیشه کبیری این همه قانون شکنی ها پشت پا زدن مقامداران تاجیک با قوانین دموکراتی می باشد. محیدین کبیری اینچنین به سازشنامه صلح تاجیکان که سال 1997 به امضا رسیده است اشاره نموده، درباره اهمیت ناکی آن گفت که سازشنامه با جنگ در کشور نقطه گذاشت، اما وحدت و ثبات را نتوانست تامین کند و وظیفه دیومش کشودن راه برای یک تاجیکستان دموکراتی و پیشرفته ناتمام ماند. یک طرفی صلح از کشور رانده شد، صدها رهبرانش از نو وارد زندان گشته و بعضیش کشته شدند. اشتباه اساسی جانب مخالفان را کبیری در آن می‌داند که از دو وظیفه اساسی سازشنامه و روند صلح، حفظ صلح و امنیت و تأمین آزادی ها و حقوق به حفظ صلح برتری داد، زیرا فکر می‌کرد که نیاز اولین درجه جامعه امنیت و حفظ صلح به دست آمده به هر قیمت است، حتی با قیمت از دست دادن آزادی و حقوق ها. در آخر هم ثبات و امنیت را از دست دادیم و هم آزادی و حقوق همان را، یعنی رعایت نکردن توازن در شناخت اولویت های واقعی یکی از اشتباه های ما بود. طبق گزارش اکونومی سال 2012 ما جزء 20 کنه کشورهای دیکتاتوری بودیم، امسال در جای 8 آن سال در ریتینگ روزنامه‌نگاران بدون مرز اوید آزادی مطبوعات ما جای 120 بودیم، امسال 161.
یعنی 40 زینه پایون رفتیم. آن سال ما در ریتینگ خونه آزادی با 6 خال جزء بدها بودیم. امسال با بالاترین خال 7 جزء بدترین ها هستیم. همچنین در ریتینگ های فساد، کم بضاعتی و آزادی های مذهبی که نمیخواهم وقت شما را با تکراری آنها بگیرم، چه در سخنرانی 8 سال قبل اینجا و چه ده ها سخنرانی و مقاله های دیگر ما بانگ خطر میزدیم که رحمان تاجیکستان را قدم به قدم به یک کشور کاملا دیکتاتوری و حکومت را خانوادگی میکند. آن چیزی که امروز عملی شد، امروز کشور ما جزئی قشاقترین، ضعیفترین، بستهترین و دهگانه غیر دموکراتی هاست. یک منبع از دستگاه رئیس جمهور که نخواست نامش برده شود به ازوتوی گفت دیشب در کمیته دین، کمیته دولتی امنیت ملی یک گروه اکتیویست ها را برای جنگ اینترنتی زیر نظارت بچه‌ها جمع کرد. وقتی سخنرانی سر شد اینترنت را قطع کردند. تا این کارمندان با یکدیگر خرخشه داشتند و یک شعبه ادارهشان به شعبه دیگر دشنامدهی میکرد، چارهبینی تمام شد. یک کارشناس به ازوتوی میگوید کمیته دولتی امنیت ملی فابریکه جواب را جمع آوری کرد تا مثل همیشه به صحبت های کبیری خلل وارد کند و زیر نوار تحقیر و دشنام نویسد. اما چون دیدند که در این صحبت آنلاینی تنها طریق ثبت نام شدن می شود اشتراک کرد، اینترنت را در کشور قطع کردند. باید گفت کمیته دولتی امنیت ملی گروهی از جوانان را با نام فابریکه جواب جمع آوری کرده است تا با فعالان و مخالفان پیوسته بدگویی کنند. آنها را فعالان با نام فرمه جواب هم می شناسند. و همین نمود یک گروه دیگر در نزد وزارت کارهای داخلی نیز فعال است که اوانگارد نام دارد. فعالان این گروه ها خود را حامی متن می دانند و هر کس نسبت حکومت ایراد گرفت به او در می افتند. وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر داد که از 16 تا 30 سپتامبر سال روان برای بازگرداندن شهروندان تاجیکستان از روسیه 71 پرواز الوبگی چارتری یا غیر نقشوی تشکیل گردیده است. با گفته وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، پروازها از شهرهای مسکو، سنگ پترزبورگ، قزان، کراسنودار، نوسیبیرسک، یکاترینبورگ، ایرکوتسک، اوفا و سورگوت به دوشنبه راه اندازی شده از جانب شرکت سامان ایر انجام داده می شود. از روی نقشه در دو هفته تنها یک جانبه از سمت روسیه به دوشنبه صورت می گیرند. در موردی از دوشنبه به روسیه هیچ اطلاع درج نگردیده است. پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه از نیمه ماه مارس امسال با هدف پیشگیری از گسترش کرونا ویروس نو قطع شده بود. تاجیکستان تا به امروز برای آوردن شهروندانش از روسیه ده ها پرواز چارتری راه اندازی نموده است، ولی مهاجران از گران بودن نرخ چیپته ها بارها شکایت کرده بودند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از نفرانی که به تاجیکستان برمیگردند خواسته است با خود معلومات نامه در باره موجود نبودن سیرویت کرونا ویروس یعنی کووید 19 داشته باشند و آن را ندرتر از 96 ساعت یعنی 4 شبانه روز پیش از آمدن به تاجیکستان دسترس نمایند. پیشنهاد معلومات نامه برای کودکان تا 3 ساله آزاد می باشد. همچنین روی خط شهروندان را برای بازگشت به تاجیکستان کمیسیون ویژه در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو و کنسولگری های جنرالی کشور در روسیه انجام می دهند، گفته است وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. این در حال است که هفته گذشته ده ها مهاجر تاجیک شکایت کرده بودند که میانه روها بلیط ها را ارزان خریده و با نرخ گران به دیگران می فروشند. سفیر تاجیکستان در روسیه وجود میانه روها را رد کرده بود. کارشناسان در رابطه به این مسئله می گویند که وجود میانه روها در فروختن بلیط ها مشکلی مهاجران را باز هم بیشتر کرده است. نرخ بلیط ها وقتی از جانب شرکت های هوایی معین می شود، آن به طور رسمی اعلان و دسترسی همگان نمی گردد. از این رو در این بین میانه‌روها و منفیت جوها پیدا می شوند که بالای نرخ های معین شده چند برابر ایلاوه نموده به مهاجران کاری می فروشند. سفیر تاجیکستان در روسیه امام‌الدین ستاروف پیشتر گفته بود که نرخ بلیط برای پروازهای چارتری 24000 روبل روسی است، ولی یک مهاجر در صحبت با ازوتوی گفت که نرخ بلیط نه آن است که سفیر می گوید. وقتی مهاجران برای خرید بلیط مراجعه میکنند، نرخ یک بلیط 45 50000 حتی 70000 روبل گفته می شود. کاتبی سودی سودی شهر اسفرای ولایت سوخت صباحالدین فخرالدین زاده با اتهام ستانیدن پاره به مبلغ 13000 سومانی بازداشت گردیده است. خبرگزاری سپوتنیک از منبعش خبر داد که روز 16 سپتامبر
پس از ظهر در پای شکایت یک ساکن نوحیه از سوی کارمندانی پراکتوری شهر اسفره بازداشت شده است. بنابر اطلاع منبع، کاتبی سودی شهر اسفره سبایدین فخردین زاده جنوبیدین تخمیناً ماهی یونی سال 2020 ساکن جماعت دهات چیلگزی شهر اسفره را با اتاق کاریش دعوت کرده با او وعده میدهد که جزای جنایش را کم میکند و در اول 29,000 سومانی طلب مینماید. شهروند با سبب نداشتن این مبلغ و کم بیزاعتی از فخردین زاده خواهش میکند که با او یاری رساند. فخردین زاده با شهروند وعده میدهد که اگر 21,000 سومانی مبلغ دهد نسبتش جزای جریمه تعیین کرده میشود، اگر ندهد او را از آزادی محروم میکنند. گفته می شود شهروند به خاطر خود را سفید کردن و از آزادی محروم نگردیدنش اول از یک شناسش 10,000 سومانی می گیرد و سباهیدین فخریدین زاده می دید. اما او به این مقدار قانع نمی شود و از شهروند باز مبلغ زیادتی مقدار 3,000 سومانی دیگر طلب می کند. وجه این باز 3,000 سومانی را قرض می گیرد، جمع 13,000 سومانی آورده به کتیب سود در اتاق کاریش می دهد و برای برگردانیدن قرضهایش یک گاوی را که در خانهش داشته است در بازار به 12,800 سومانی فروخته قرضش را پرداخت کرده است. بعد از آشکار گردیدن حادثه پراکتوری شهر اسفره فخریدین زاده را بازداشت کرده علیهش با ماده 247 قسم 2 بندی ب کدکس جنایی تاجیکستان قلابیه که با رسانیدن ضرر جدی صادر شده است پرونده جنایتی کشوده است. این ماده 365 تا 912 نشان دهنده برای حسابها جریمه یا از 2 تا 5 سال حبس را در پی دارد. این بار اول نیست که کارمندان مقامات سودی با گرفتن پورا بازداشت میگردند. این سومین کارمند سود است که در 9 ماه سال روان بازداشت گردیدند. چند قبل سودیای شهر ایسار و ناحیه عینی بازداشت گردیده بودند. کارشناسان یکی از سببهای دست به فساد زدن مقامات سودی را وابسته به کم بودن معاش و نبودن جایهای کاری مناسب میدانند. اینچنین شخصی که در مقامات سودی به کار قبول میشود خودی او پیشکی از 10 تا 30 هزار دلار پورا میدهد که این باعث میشود کارمند سود در فکری رویانیدن آن مبلغ صرفه کرده اش باشد. روزی 15 سپتامبر سال جاری دادگاه شهر دوشنبه ایسانوف تورغونجان جورایویچ را با جرم تجاوز به ناموس پسراندر و دختراندر خردسالش به حبس یکمره محکوم کرد و گفته دادگاه شهر دوشنبه ایسانوف در سه مورد نسبت به دختراندر 10 سالش حرکت‌های زورآورانه شهوانی انجام داده است. ایسانوف با این جنایت اکتفا نکرده ماه می سال 2020 با مقصد بچه‌بازی دیده دانسته پسراندر 9 سالش را نیز تجاوز کرده است. نسبت ایسانوف تورغونجان جورایویچ با ماده های 138 قسم 3 بندی ا و 139 قسم 4 بندی ای کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی با اتمام رسیده به مهلت یک عمره از آزادی محروم کرده شده است، نوشته است در سود شهر دوشنبه. خبرهای تجاوز به ناموس کودکان از جانب بزرگسالان به ویژه از جانب نزدیکان یک مسئله داغ شده است که چند هفته اخیر زیاد رسانه می شود. روانشناسان ظهور چنین جرم و جنایت ها را در جامعه ها به سبب های روانی خود افراد تجاوزگران ربط می دهند. به نظر آنها این گروه مردان هم از نگاه اجتماعی و هم از نگاه جنسی خود دچار مشکل هستند. برای پیشگیری این جنایت ها رسانه های دولتی و غیر دولتی وظیفه دار هستند که برنامه های فهماندهی و صحبت های روانشناسان را در این مورد بیشتر نشر کنند، می گوید یک محقق روانشناس. گروهی تحقیقات مهاجرت و اتنیتیکی روسیه در یک نظرسنجی معین کردند که 75% مهاجران مهنتی در شهر مسکو در دوران پنجشنبه ویروس کرونا بیکار ماندند. این نظرسنجی میان مهاجران تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان گذرانده شده است و درباره تاثیر پاندمی به کار و زندگی آنها در مسکو بخشیده شده است. کارشناسان گفتند که ضمن نظرسنجی معلوم گردید که 74% مهاجران مهنتی هنگام پاندمی از کار خارج گردیدند یا با رخصتی بردوام مهنتی بدون پرداخت مبلغ فرستاده شدند. تنها 40% مهاجران مهنتی در دوران پاندمی پول ذخیره کردند. 13% دیگر برای مهلت دراستر پول بیشتر ذخیره داشتند، آمده است در این گزارش. وادیم کاژنوف رئیس فدراسیون مهاجران روسیه در یک مصاحبهش با روزنامه کامسومولسکای پراودا گفته است
اکثری مهاجران آمده بودند که پولهایشان را صرفه کنند. با گفته وی مهاجران میخواستند پاندمی را در مسکو پیش سر کنند تا برای کار به کشورهای مختلف نروند. بیشتر کار در منطقه های گوناگون روسیه در ساحه کشاورزی به نظر می رسید. در سامانه بیش از 7-8 هزار نفر ثبت نام شده بود. از همین هزارها نفر تنها 40 نفر برای کار آمدگی خود را نشان دادند. مهاجران مهنتی در مسکو آماده بودند با خراجات ناچیز بمانند و بعد از محدودیت ها به کاری پیشینه یا به کاری نوی برگردند، گفته است کاژنوف. رئیس فدراسیون مهاجران روسیه در ادامه می گوید یک عادت شده است که مهاجر مهنتی به روسیه برای کار کردنی پول می آید تا که یک قسم پولی کار کردهش را برای آیلش روان کند. اما بعضی هایشان دیگر مقصد دارند. آنها به مسکو می آیند و می گویند من می خواهم در این شهر بمانم و هر کاری به من کنید من از اینجا به هیچ کجا نمی روم. این زمان از روی حساب های غیر رسمی زیاده از 1.5 میلیون شهروندان تاجیکستان در روسیه کار و زندگی دارند. که بعد محدودیت ها در روسیه برخیشان به مشکلی بیکاری روبرور گردیده و برخی دیگر به خاطر جان خود را حفظ کردن به هر طریق روسیه را ترک نمودند و در مرز قزاقستان و ازبکستان چندین روز درمانده بودند که اخیرا از طرف سازمان مهاجرت به تاجیکستان بازگردانده شدند. اگنتی ایالات متحده آمریکا اوید بر رشد بین المللی یعنی اوساید برای پیشگیری و تاوبت بیماری سیل در مؤسسه اصلاحی فعالیت نوی 5 ساله را با مبلغ 1 میلیون دلار آمریکایی شروع کرده است. اجرا کننده این برنامه تشکیلات جمعیتی جمهوریوی عفیف می باشد. در این باره در سامانه رسمی سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان خبر داد. برنامه مذکور در همکاری با سرایاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و برنامه ملی مبارزه با بیماری سیل وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان به راه مانده شده است. طبق این فعالیت، تبابت سری وقتی و نگاهبین بیماران سیل را از جمله محکوم شدگان و شخصانی به نزدیکی آزاد شده به نظر گرفته شده است. به نوشته این سامانه پنجشنبه بیماری سیل در نتیجه نادرست معالجه کردن آن پیش از همه در حبسخانه ها و در بین محبوسان آزاد شده یکی از خوف های کلانترین برای حفظ تندرستی در تاجیکستان و جهان می باشد. از این رو اوساید این فعالیت 5 ساله را برای بهتر نمودن تبابت سیل شروع کرده است. اوساید با وزارت تندرستی تاجیکستان رجای نوی تبابت سیل را پیشنهاد نموده که طبق آن زمان تبابت از 24 ماه تا 9 ماه کم کرده شده است و داروهای نوی را که میتواند حیات آدمها را از بیماری سیل نجات دهد معرفی نموده است. صفت پست تبابت و بی‌توجهی مسئولان نسبت بیماران در زندانهای تاجیکستان همیشه مورد انتقاد جامعه شهروندی و سازمانهای حقوقی قرار گرفته است. با گفته چند از نزدیکان محبوسان در زندان‌های تاجیکستان خوف پنجشنبه بیماری‌های شیرویتی خیلی زیاد است. به نظر کارشناسان سبب اساسی پنجشنبه بیماری‌های شیرویتی از جمله سیل، شرایط بد نگهداری در زندان‌ها، نارسایی داروهای ضروری و نبودن طبیبان با تجربه میباشد. در شرایط پاندمی کرونا ویروس حالت‌های با کووید 19 گرفتار شدن و مرگ زندانیان به قید گرفته شده بود، ولی مقامات همه گونه گرفتار شدن زندانیان به این بیماری را رد کرده بود. از جمله رحمت الله رجب زندانیای سیاسی به بیماری کووید 19 گرفتار شده بود. سبب بیماری او و دیگر زندانیان را مقامات التهاب شش گفته بودند. پایانی برنامه خبر امروز است. خبر و گزارش های بیشتر را می توانید در سامانه ما از ده نقطه تیوی بخونید. اگر مطلب و پیشنهاد دارید با ما طریق پشت الکترونی، تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو بر رقمی زیر بفرستید. بیننده عزیز، تگمچه لایک را پخش کنید و حتما آبونه شوید. خیر تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.